شما تا کی میخوایی منو تعقیب کنیم؟ تا هر زمان که لازم باشه. چرا زودتر دستگیرم نمیکنیم؟ نمیخوام به زور متوسل بشم، ترجیح میدم خودتون شخصم تسلیم بشه. من ممکنه تا صبح نخوام تسلیم بشم. باک بنزین موتور پلیس همیشه پره. نمیخواین تشریف ببرین؟ فعلا هستم. خب برین دیگه. هستم. من بیام پایین دستگیرم میکنین؟ برخورد طبق قانون. یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ بستگی. شما تا حالا نشده زنگ یه کسی رو بزنین فرار کنین؟ خیر. یه بار در بچگی. خب الان این اعتراف رو کردیم، برای یه پلیس بد نیست؟ هر پلیسی یه روز بچه بوده. بعدش هم نادم شدم و عذرخواهی کردم. اگه تسلیم بشم چی کارم میکنیم؟ اگه شاکی رضایت بده که اتفاق خاصی نمیفته. پلیس هم حتما با سعه صدر به تذکری بسنده میکنه. خب اگه رضایت ندن چی؟ در اون صورت حتما با متهم مطابق قانون برخورد میشه. بعد این فراری که من الان دارم میکنم بعدا تو دادگاه بر علیه هم استفاده میشه؟ نه، سعی میکنم چشمیشی کنم. ما هم کاری نکنیم که زنگ زدیم. اونم تازه من زنگ نزدم، اون رفیقم زنگ زد. به همین سببم هست که من با روی گشاده دارم شما را همراهی میکنم عزیزم، وگرنه من انقدر مماشات نمیکردم با شما. من دیگه خسته شدم. پس دیگه وقت تسلیم شدنه. واقعا هنوزم نمیخواییم تشریف ببریم؟ هستم. حالا چرا شما نمیاییم بالا منو بیاریم پایین؟ خودت میای پایین. اومدیم و تا فردا صبح من نیومدم پایین. بالاخره صبح که میای. اگه نیومدم چی؟ ظهر میای. من میخوام تا ابد اینجا بمونم. باشه. میانه ندارین؟ نوشه جون، صرف شده. ها من میخوام بیام پایین، میترسم. اشکالی نداره، کمکت میکنم. پاتو بذار داخل حفره. آقا ببخشید میشه اینا رو ازم بگیرین؟ چرا نمیشه؟ بستنی هم میشه؟ بستنی و شرمنده. پاتو بذار داخل حفره. آفرین. حفره بعدی. احتیاط. احسن. آماده فرود. بیا بغل پلیس. سلام. سلام علیکم، شبتون بخیر. دوستان متأمینی هستن که زنگ منزل شما رو متاسفانه زدن و متواری شدن. اگر ازشون شکایتی دارین در خدمتی. ما فقط یه زنگ زدیم دلمون باش. واقعا فقط یه زنگ بود. زنگ در خونه مردم رو میزنید در میرید که دلتون باز بشه؟ من که صد بار معذرت خواهی کردم که چشم دیگه تکرار نمیکنه. من که کار نکردم که. شما متواری نشدین؟ نبود. این گولم زد. ای شما شکایتی ندارین؟
نه آقا، کسایی که با این سنشون زنگ خونه مردم میزنن فرار میکنن شکایت ندارن. بذارین برن بدبختا. شبتون بخیر، خسته نباشین. شب خوبی داشته باشین. خواب خوبی رو براتون آرزو میکنم. ممنونم. این بار بخت بلند، شاکی بخشنده، رضایت. در صورت تکرار برخورد معرفی به مرجع قانونی. چشم، قول عدم تکرار، تمام. این گفت دور لبتو پاک کن. کات. لطفاً از پخش این صحنه جلوگیری بشه. با تشکر. چرا؟ این که موتور پلیس روشن نشد، بهتره که پخش نشه. جناب سروان، موتوره دیگه. بعضی موقع روشن میشه، بعضی موقع روشن نمیشه. خیلی به پلیس و غیر پلیس هم ربطی نداره. خواهش میکنم بذاریم پخش. یه شوخی کوچیک با پلیسه. وگرنه همه میدونن که موتورهای پلیس زود روشن میشه. چالش شد. از یک طرف بد نیست که با پلیس شوخی بشه. این باعث نزدیکتر شدن مردم به پلیس میشه. از طرف دیگه با پلیس شوخی نشه بهتره. نظر شما چیه؟ به نظر من استعلام بهترین راهکاره. ممنون. مرکز کاشف 5. کاشف 5 بگوشم. استعلام مرکب نقص فنی، هندل مکرر، نتیجه خاموش. تصویر برداری همزمان. گزینه 1 پخش تصاویر شوخی با پلیس. گزینه 2 عدم پخش تصاویر، عدم شوخی با پلیس. ما بر سر دوراهی منتظر نظر شما. کاشف 5 استعلام از بالاتر. بگوشم. کاشف 5 بگوشم. جهت افزایش ظرفیت ها گزینه 1 انتخاب شد. پخش بلا مانع. تمام. ممنون. تمام. تصویر برداری بلا مانع. 3 2 1 حرکت. واقعا دلم برای گذشته تنگ شده. جدی میگم، چقدر دلم میخواد بچه ای کنم. تو 2 دقیقه نیست از بالای تیر چراغ برق اومدی پایین، دلت برای بچه ای کردن تنگ شده؟ راست میگی، دیگه حتی بچگی هم نمیشه کرد. یا یادم
آره الان میرسیم در ماشین. ولی جدا از همه حرفایی که بهت گفتم واقعا چقدر دلم برای گذشته تنگ شده. چه جدی میگم، واقعا دلم برای بچگی کردن تنگ شده. بچگی کردن دوست داری؟ آره خیلی. حالا چطور؟ بچگی کردن دوست داری بازم؟ یا بازم چه دیگه؟ چی شد؟ بچگی کردن اینه میخواستی؟ نمیشنم میدونم زنگ میزنم. بله، برای چی اومدی اینجا؟ باز کن ببینم. مگه نگفتی دیگه نمیخوای منو ببینی؟ حبیب باز کن، دیرمه. باز نمی کنم. خودتو لوس نکن، کلید یادم رفته بیارم. کلیدم باید پس بدی. باز میکنی یا زنگ امیریو بزنم؟ چه حرف مسخره یه یاد گرفتی؟ هی زنگ امیریو میزنم، زنگ امیریو میزنم. تا سه میشمرم، باز نکنی زنگ امیریه. ببخشید. سلام. یعنی چی زنگ امیریو بزنم؟ علیک سلام. اینطوری میگم که درو بکنه. تو میخوای اون درو باز کنم وقت زنگ ما رو میزنی؟ نزدم که. تازه چیکار میکنی؟ نصف نونو که برداشتی؟ آقای امیری خیالتون راحت، من دیگه در رو روی این باز نمیکنم. در رو وا نمیکنی؟ نه. پس منم زنگ امیریو میزنم. نزن دیگه، تو چیکار داری میکنی؟ دیوونه، زنم خوابه. من درسته. نزن مسعود. صد دفعه زنگ آقای امیریو بزنی باز نمیکنم. وقت زنگ ما رو داری میزنی، نزن. مجبورم، میفهمین؟ بله، چه خبره؟ هیچی شادی جان، اینا دیوونن. بیا تو آبروریزی نکن. دیدین؟ درستش کردم. خانم، من به خاطر رفتار بی‌ادبانه و اشتباه حبیب از شما معذرت میخوام. از شما هم همینطور. امیدوارم براش درس عبرتی شده باشه. بابت نونم خیلی ممنونم. شما میایین توی در ببندم؟ مگه این نگفتی که با من حرف نمیزنه؟ من با تو حرف نمیزنم. اومدم اینجا با مازیار حرف میزنم. مازیار بگو همین الان با هم میاد سر ساختمون، وانه تو تحویل میده. بگو دیگه. چنید؟ نه اصلا هم نشنیدم.
مازیار بهش بگو دیرم شده، روز اول کارمه. مسخره بازی چیه در میاری؟ اگه با من قهری بفرما، اگرم نیستی به خودم بگو، چون من خودم اینجا هستم و دارم میشنوم. این بچه ها به مازیار نگو که تکرار کنه. من باهات قهرم، یه کلمه هم حرف نمیزنم. مازیارم تکرار نمیکنه، داره ترجمه میکنه. داری فارسی حرف میزنی، چی ترجمه کنی؟ چی میاد که بگه؟ چی؟ یکی از زبونهای خاور دور داره حرف میزنه، منم میگه ترجمه کنم. درو میدیا؟ من به خاطر اتفاقهایی که دیشب جلوی خانه من افتاد از دستت ناراحتم. آدم میگه گفت دادیا، خودت میگی با. الان وقت ندارم، ولی بعداً حسابت رو میرسم. آدم میگه من با تو قهرم و تو روزی که تسویه حساب نکنم، حرفی جز سکوت بین ما رد و بدل نخواهد شد. سکوت و سکوت و سکوت. او دمی کی؟ آدمی یا؟ او دمی یا؟ او یا دو؟ آدم خوبیا؟ او دمی یا؟ چون زبانی جز زبان شمشیر بین ما نخواهد. او یا دو؟ و حالا؟ چطه روانی؟ چیکار کردی دیوانه؟ تو چرا شمشیر میکشی؟ شمشیر چیه؟ این الان شمشیر نکشید؟ چی میگه تو دیوانه شدی؟ مگه الان خاور دوری حرف نمیزد تو ترجمه میکردی؟ این تفلک عقل درست حسابی که نداشت، حالا دیگه کلن راحت شده. چی میگی تو؟ این خودت با... چی میگه؟ اسم تو صدا کرد. اسم من به سرخپوسی چی میشه؟ بونگا 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 چپ 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 گومبا بونگا بونگا. تو با بی احترامی به خواستگاری خواهر من، به قبیله من بی احترامی کردی و این نابکار. اکنون برای من چاره جز تلافی جویی باقی نگذاشت. نگذاشتم؟ جز بونگا بونگا. و حالا؟ چیکار میکنی؟ نزنی ها؟ نزنی ها؟ نزنی؟ نزنی ها؟ صبر کن، دست نگهدار، بدون اسلحه ناجوان مردیه. الان تو رو به سزای اعمالت میرسونم. برو. بگیر علیه که میکشه. تو تیر کمون کشیدیم، من میکشم؟ تو شلیک نکردی؟ من اسلحه دارم شلیک کنم. این تیرا رو کی زده؟ با این مسخره بازیات کارهای زشت دیشبت یادم نمیره. الانم هم باهات حرف نمیزنم، هم باهات قهرم، هم باهات کاری ندارم، هم وانتو میخوام. با تو هم. تو قول دادی به من خواستگاری برگزار نشه. تو باره گفت خواستگاری؟ با شمشیرم میزنم نصرت میکنم ها. چی؟ چی چی؟ من باید نگران خواهرم باشم که هستم، اونم که دیشب گفت نه. کی گفت نه؟ هر کی.
واقعا نرگس خانم گفت نه؟ به تو ربطی داره؟ نه جانم، جانم گفت نه؟ بله. اما این هیچی از گناه تو کم نمیکنه. الان با زبون خوش با من میای وانه تو بهم میدی؟ یا اینکه به زور ببرم. باشه باشه. بریم. آفرین. بریم. میخوام یه چیز بهت بگم. برای چی زنگ میزنی؟ به تو ربطی نداره. تو بی خود میکنی زنگ همسایه ما رو میزنی، نکن. دیوونه بازی در نیار، وانه تو بهت نمیدم. بلم کن با تو، هیچ حرفی ندارم. سلام. علیک سلام. معلومه چتونه؟ چی شده؟ چرا انقدر زنگ میزنین؟ خجالت نمیکشین از صبح این مسخره بازی در میارین؟ دیگه شروع شده رو بردین. به جون خودم همه الان بالا اومدم پایین داشتم رد میشدم. سلام. من زنگ زدم بابت زنگایی که صبح زده بودم ازتون عذرخواهی کرده باشم. ببخشید. شما زنگ زدین؟ بله. هم صبح هم الان. 20 زنگ زدین که به خاطر 20 زنگ قبلی معذرت بخواین؟ حبیب روانی بازی در آورد، مجبور شدم یکم بیشتر زنگ بزنم ادب شه. بازم عذر میخوام. لیلا. آقا مازیار، ببخشید چون اون موقع شما دم در بودین، من فکر کردم که شما دستتون رو گذاشتین روی زنگ. معذرت میخوام اگه تون حرف زدم. نه بابا، این چه حرفیه، اصلا خیلی بهتر شد. بهتری؟ آره خوبم. هر یه کلمه اون حرف بزنه میخوای قش کنی نمیشه. نه اون به خاطر اون نبود که، من فشارم افتاد. آه گفتم. خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم، بودم عاشقم حرفمو پس میگیرم، خیال نکن نمونی کارم، گفته بودم عاشقم حرفمو پس میگیرم، خیال نکن نمونی کارم دیگه، چی میگه تو نباشی ستاره بی فروغه، بذار همه که عاشقی دروغه. پیاده شو، میگم پیاده شو. مازی بهش بگو من حرفی ندارم. بگو منم باهاش حرفی ندارم. ماشینمه، میخوام ضبطش روشن باشه. میخواد گوش نکنه یه ماشین بخره بر خودش، ضبطش رو خاموش کنه. بگو. از ماشینم پیاده شو. برو پایین. همین الان. برو پایین. ارتباط ما تموم شده بود. حالا دیگه کاملا تموم شد. حرف بدی زدم؟ حالا تو زندگیم آدم به این بی‌ادبی و بی‌تربیتی و بی‌ظرفیتی ندیدم.
برادر نرگس ها. مسعود جان اشتباه کردم، بیا بالا. ببخشید بیا بالا دیگه. ای مسعود، گفتم که غلط کردم، بیا بالا، اشتباه کردم. مازیار، فقط به خاطر تو اومدم. میمیرم، گفته بودم عاشقم، خب حرفامو پس میگی. نظیر، نظیر، نظیر. بله سلام مهندس. سلام. پیش وانت داخل ماشین است. فکر نکن وانتو گرفتم قهرمو تموم شده، این قهر ادامه داره تا ابد. برو کنار نظیر. میبینی چقدر بچه پر روه؟ نظیر بیا اینجا. سلام مهندس. سلام. من امروز میخوام وانتو بدم دست محسود. بابام زنگ زد بهش نگی یا خب؟ من نمیتونم برای آقا نقبی دروغ بگم. نمیگم دروغ بگو، میگم نگو. آقا یونو تو بپرسد چی جواب بود؟ حالا بابام که هر روز زنگ نمیزنه بگه وانت کجا. چرا زنگ میزنه هر روز؟ یعنی چی؟ هر روز زنگ میزنه، هم حال ساختمان رو بپرس هم حال وانته. واقعا؟ بله، جان بابات و جان وانت. من نمیخوام با این حرف بزن، بگو وانتو نبره. اه اه خب بگو وانتو نبره دیگه. مسعود وانتو نبره. کو مهندس گفت این آدم اینجا الان پیداش میشه. الو سلام ترانه، خوبی عشقم؟ نرم خوبم. آره ترانه عشقم، امروز اگه زنگ زدی نتونستم جواب بدم دیگه منو ببخش دیگه، من سرم شلوغه، معاونت رو آوردی مقصدم، خیلی سرم گیره. مسعود جان، عشقم میدونی چند وقت من اینطوری صدا نکرده بودی؟ من اینجا. چی؟ سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ به من آدرس این میدون رو دادن، گفتن رانندت با وانت شرکت اینجا وایستاده. خودت همیشه میگفتی کار هرچی باشه اشکال نداره. خب هنوزم میگم.
ولی انگار ناراحتی. نه چه ناراحت باشی چه نباشی، این کار موقتیه. گفتم موقتیه. شنیدم. خب یه واکنشی نشون بده. چه واکنشی نشون بدم؟ مثلا بگو چه خوب، بهت افتخار میکنم. چه خوب، من بهت افتخار میکنم. خیلی خوشحالم که بهم افتخار میکنم. البته کار زیاد بود، ولی من خواستم کنار تو باشم که همکار باشیم، همراه باشیم، هم صدا باشیم، هم نوا باشیم، هم دل باشیم. ببین ترانه، سر کار ممکنه تو رئیس باشی، ولی تو خونه من رئیسم. تو کدوم خونه؟ پرسیدم توی کدوم خونه تو رئیسی؟ تو خونه خودمون. مگه ما خونه داریم؟ بالاخره که میگیریم، اونجا من رئیسم. کی گفته؟ من. اصلا اینطور نیست. یعنی هم اینجا تو رئیسی هم تو خونه؟ ولی توی وانت من رئیسم. کجا بریم، کجا بیایم، کجا وایسیم، حرف اول و آخر رو من میزنم. بزن به من. رسیدی؟ نگر داری که رسیدی؟ مسعود بزن کنار، مگه بهت نمیگه وایسا؟ ببین اینجا رو بد کار نکردم، ولی من میخوام کلن یه دستی به سر و گوش همه فضا کشیده بشه. این زردار رو میبینیم بسن، میخوام همهشون هرس بشه. یه سری تو این چمن ها کچلی افتاده، اینا همه ترمیم بشه. این گودیر میبینیم بسن، اینجا میخوام کلن گلکاری بشه. یکی اونه، یکی اونه، یکی همینه که بهت نشون دادم. حالا من یه طرحی دادم برای آبنما که این وسط کار کنیم. اگه موافقت کنن اونم کار کنیم که خیلی خوب میشه. مردم میان میگن تو چش کار میکنه گل باشه دیگه. شما برید، من الان میام. مسعود خجالت بکش بپنی نبرم اون گردی جلو کارگرا. سوارشو بریم ترانه. سوارشو بریم چی؟ مگه دو سالته؟ بپنی یالا بودو. ببین الان این گل سفیدا، اون برم اون قرمزا، خیلی خوب وسط باغچه رو پوشش داده. فقط کاری که شما باید بکنید اینه که از اون سر باغچه حاشیه رو تا اون سر از این آهاریا بکنید. مهندس ما قبلا اینجا رو لاله کاشته بودیم، خیلی خوب شده بود، ولی بازم علایرها هر چی شما بگید. حالا لاله هم می‌کاریم. شما فعلا این کاری که من گفتم رو انجام بده. بله. الان چی گفتی؟ گفتی علایه ها؟ بله. یعنی چی؟ یعنی همین وضع، یعنی همین حال. مطمئنی؟ بله. علایه حال، علایه حال، ما دیگه کار داریم. روزتون خدا نگهدار. علایه حال. آقای شریفی هم تشریف ببرین گلخونه، بستای بنفشه رو ترتیب بدین. آقای شریفی هم با شما دارم صحبت میکنم. با منی؟ بله بود. پس با کیم؟ خنده چیز دیگه گفتی؟ اولا که یه چیز دیگه گفتی نه و یه چیز دیگه گفتین. ثانیا یه نفر فامیلیتونه صدا میزنه، شما نباید هیچ واکنشی نشون بدین؟ برای چرا اینجوری حرف میزنی؟ برای اینکه اینجا محیط کاریه، هرچی سریعتر تشریف ببرین گلخونه. مسعود اون فرمون رو بردار، برو گلدونا رو بیار. با منی میگی مسعود؟ آره با تو هم. پس با کیم؟ من فرغون، من معاونت راهبردی مقصدم. فرغون ببرم؟ خب حالا مگه چی میشه؟ دیدی که دستش پره، حالا برو فرغون ببر. تو شهر وظایف من نیست. میخوای من ببرم؟ مسعود فرغون ببر. واقعا حافظ راست گفته، این دغل دوستان که میبینی
مگسانن گرد شیرینی. سعدی میگه واقعا؟ آره. مگه دوره سعدی شیرینی بوده؟ در نهایت که سعدی بره شیرینی فروشی دامارکی بخره نبوده، ولی خب حلوا و اینا بوده دیگه. دوره سعدی حلوا اینا هم نبود. چرا بوده؟ نبود آقا، من میدونم دارم میگم، نبوده. شعر مال حافظه. سعدی مال قرن هفته، حافظ مال قرن هشته. هرچی میخورده اونم میخورده دیگه. توی یه قرن که یه صنعت شیرینی پزی از این رو به اون رو نشده که. به هر حال مراد من معنی شعر بود که دوستای آدم این مگسن دور شیرینی. همین مسعود تا وقتی وانتو میخواست همینجوری دور من بود، همین که وانتو گرفت رفت پرسترش هم نگاه نکرد. مسعود مگسه؟ تو هم شیرینی؟ آره دیگه، مگس رو چی میشینه؟ رو خیلی چیزو، مثلا مگس لبه پنجره هم میشینه، تو لبه یه پنجره. واقعا حافظ درست گفته که این دقل دوستان که میبینی مگسان انگرد شیرینی. با منی؟ نه زیاد. یعنی چی نه زیاد؟ یعنی نه زیاد. خب چرا میگی مگسان هم دور شیرینی؟ مگسان جمع مگسه دیگه، یکیش مسعوده، اون یکیش کیه؟ من منظورم مسعود بود. خب تو دو تا دوست داری دیگه، من و مسعود. پس یعنی منم مگسم، وگرنه جمع نمیبستی. من جمع بستم، حافظ جمع بسته، سعدی جمع بسته. حالا هرچی، اصلا ولش کن، میخوام یه چیز دیگه بهت بگم. من دیگه با من حرف نزن. چرا؟ میخواد اینکه حوصله‌تو ندارم. خیلی زیاد نیست. نمیخوام جمله‌مو که میتونم تموم کنم. نه باشه، حرف نمیزنم، فکر میکنم. شما دوست نیستین اصلا. تو حالا چه گلی به سرم زدی؟ مگه بهت نمیگم حرف نزن؟ فکر که دیگه صدا نداره. میبینی که داره، فکرت الان داره آرامش فکر منو به هم میزنه. میزنه که میزنه، اصلا تو هم مگسی. ویز 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 آینه. مگس مگس مگس. آینه 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 آینه. خنون که فتنه فرارد و فرصت است آن سست و آن فتست ایدوست. عزیز دار محبت که خارزار جهان گره همانا محبت است سلام. بله من بهشون میگم دیگه. آیا کفاشی هم تشریف دارن؟ دارن میان. آیتا چطور؟ یعنی چی؟ اونا با همان همیشه دیگه، از فدراسیون را افتادن دارن میان. فدراسیون فوتبال؟ نه یه فدراسیون دیگه. جناب علیفر، من خودم نظر شما رو با آقای کفاشیان انتقال دادم. ایشون میگه مربی داره تیم ملی، ما نمیتونیم براش تعیین کنیم با دفاع خطی بازی نکن. میدونم این از نظر شما خودکشیه، ولی ما هم دستمون بسته است. آیا علیفر گزارشگر ارزنده کشورمونه؟ یه علیفر دیگه است که اینم اتفاقا با دفاع چهار نفره مشکل داره. من خودم برای شما یه جلسه میذارم، شما خودتون تشریف ببرید سر تمرین تیم ملی.
شاید تونستین آقای کیروش رو متقاعدش کنید دیگه. یه کیروش دیگر. علیفر یکی دیگه، کیروش خودش. اوه اوه بابام اینا اومدن. خب چی خب؟ صندوق سوراخه، بابام بفهمه بدبختم میکنه. بابام یه خال رو ماشین بیفته رو هوا میزنه. بریم؟ نهیدن آمد چیز کن، دن اخب بگیر بریم. اینا چرا اینجان؟ مگه میشه؟ برو جلو، برو برو برو. چی کار میکنی؟ داداش یعنی چی؟ الان دیگه دیدنت. سلام مادر، چرا ما عقب جلو میکنی؟ شما مگه الان این ور نبودین؟ نه من الان دنده عقب گرفتم، مگه شما پشت سر من نبودین؟ وا مگه میشه ما همون ور باشیم همین ور باشیم؟ مگه بابام اینا الان پشت سر ما نبودن؟ نه ای تو خودت که دیدی. چی میگی تو؟ دیوونه شدی؟ حبیب جان در باز کن بریم بالا مادر. چشم دادا شیل از منو بذار پایین. کجا؟ برو برو بشه ماما اینا. مگه نمیبینی مادر دستش بنده؟ ببر در رو باز کن. چشم. کجا داری میری؟ ماشین رو میخوای بذاری وسط خیابون؟ چشم بیا کنار. گیر کردم. خب بکش بیرون. میشه دیگه در نمیاد. فشار بده فشار بده. خب چرا کف دستتو نذاشتی؟ نه گفتم اینجوری مطمئن تر. چی میگی شما دوتا اینقدر پش پش میکنین؟ بی برو در رو بکن دیگه، دست افتادم من. خب مگه نمیبینی مادر دستش گیره؟ خب بیا برو در باز کن. مازیار همراه ماشین حرکت بکنه. چه میدونم، شاید بازی جدیدشونه. مازیار جان بیا بریم بالا. نه من راحتم، بفرمایید. بریم دیگه، مگه نمیای که او؟ نه یه جای کاری دارم باید برم. خب پس سلام برسون. چرا اینجوری میکنی؟ خب گفتم دست بدیم دیگه، دست دادن سلامتی میاره. مگه تو نمیخوای به من دست بدی؟ میخوام، نمیشه. چمن به اون خوبی بهتون دادیم فیروز خان. من نمیدونم یهو شما از کجا دست کردی جیبت میخ طویله در آوردی نشون دادی. های فیروز کریمی هست؟ یه فیروز کریمی دیگه دارم راه میفتم. سلام. سلام کفاشی. سلام. به به معاونت محترم راه بردی مقصدمون هم که اینجاست. نگه نبود الان سر کار باشین. من یه عرض کوچیک داشتم بعد میرم. خواهش میکنم بفرمایید در خدمت باشیم. کیه؟ برو یکی هم فکافا. این فکافا ما رو کچلمون کردن. بفرمایید. بابا
این چیه؟ کی این کاری کرد؟ خودم. تو؟ بله. چجوری؟ پیشگوشتی دستم بود، بعد عصبانی هم بودم، یه اونجا گفتم آه اینجی اونجا. این بچه حالش خرابه عباس آقا، باید زودتر زنش بدیم سر و سامون بگیره. ببخشید دخالت میکنم آقا، ولی فکر کنم داداش این زن داداش دیده رو دوست نداره. وا ایشون بیجا میکنن دوست ندارن. یا تا آخر همین هفته میری با اون دختر ازدواج میکنی، یا از فردا هم خونه هم ماشین رو تحویل میدی میری پی کارت. یعنی چی؟ دارم از ارث محرومت میکنم. یا ازدواج یا خدا حافظ. تموم. فهمیدی؟ تموم. کی این کاری کرده؟ من. تو اینجوری اینجوری کردی؟ بله. چه گلوله است؟ گلوله چیه؟ گلوله گلوله است دیگه، همون اینجور میزنن تو اسلحه شلیک میکنن. این کارا چیه میکنی؟ تو صندوق عقب ماشین پیچگوشتی فرو میکنی، به دیوار تیر میزنی؟ بله. همرم خودت؟ بله. تو مگه تفنگ داری؟ نه. پس چجوری شلیک میکنی؟ با این. وا این کاملا دیوونه شده عباس آقا. نه مامان، واقعا یه چند وقتی من انگشتم تفنگ میشه. انگشت چی میشه؟ تفنگ. عباس آقا این چرا اینجوری شده؟ انگشت تفنگ میشه؟ بله. یه تیر به مامانت بزن ببینم. وا به من برای چی بزنه؟ پس به من بزنه؟ و من خوام ببینم. عباس آقا اصلا تفنگ نداره. آیه نقب این دستش واقعا تفنگ میشه، شلیک میکنه. اه باشه. شلیک کن ببینم. این بار اجازه بدین شلیک نکنم. میگم شلیک کن. آقا سر و صدا میشه، آقای امیری اذیت میشه. میزنی یا؟ چشم. نه 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 وایسا وایسا. سیبو میزنم، نگه نباشه. نزنی؟ سیبو میخوایی بزنی؟ بیا الان خود سیبو بزن. وا چرا سر بچه من میذاری؟ اشکالی نداره ماما، من به هدف گیری داداش اعتماد دارم. شلیک کن. نه بابا خودم میگیرم. امروز بذار من شلیک نکنم. بهت میگم شلیک کن. آخه من نمیتونم. عباس آقا خوبه؟ پدر زخمی نشدی؟ نه بابا زدی؟ آی بابا ببخشید دستم افتاد در. بابا خاک به سرم، واقعا زد؟ نه چیزی نشده. نه مثلا پام گرفت به این چیزی یهو لیز خورد. نه چیزی نشد. نه فقط این تفنگ رو بذار تو جیبت، برین تو اتاق. آخ ببخشید داغ بود.
واقعا شلیک کرد؟ بچه شده خانم. پس اینا چی بود؟ سرگرمی جدیدشونه، کامپیوتریه. ما هم جوون بودیم این کار رو زیاد میکردیم. کامپیوتر چی؟ عباس آقا این سوراخ شو. این نه، این مال قبل بوده. میگم کارش نمیشه کرد، نه؟ درستش کنیم. معاونت راهبردی مقصد سمت خیلی خوبیه که شما لطف دارین عنوان پست منو اینجوری میگین. الا ای حال خیلی از مردم نمیفهمن معاونت راهبردی مقصد یعنی چی. میگن این یارو راننده وانته. یه وقت به راننده وانت های محترم بر نخوره. راننده وانت بودن خیلی بهتر از معاونت راهبردی مقصده. من افکارم اشتباس. نگران نباش، من میدم برای دروش رو در ایوانت بنویسن معاونت راهبردی مقصد. خوبه؟ معاونت آبخیزداری حرارتی چای لطفا. البته مشکل من چیز دیگه است. شما خیلی ممنون. شما منو گذاشتین معاونت راهبردی مقصد خانومم. یعنی چی؟ من راننده خانوممم. آها، اشکالش چیه؟ خانومم رئیسمه. یعنی اگر جاتون عوض میشد شما مشکلی نداشتین؟ نه. بالاخره برای من یه پست دیگه تو اینجا داری یا نه؟ من الان برات حلش میکنم، یه دقیقه صبر. خیلی ممنون. جناب آقای کفاشیان اگه اجازه میدین که دیگه در خدمت آقا نباشین. بله حتما. شما احتیاجی؟ خواهش میکنم یه لحظه. الو سلام اجغم. ببخشید. خوب این خانم مهندس؟ علیک سلام. مگه شما قرار نبود زود بنفشه ها رو بری بیاری؟ الان دو ساعت معلومه کجا رفتی؟ تو گل خونم. خیلی ترافیک بود، شلوغ بود. اینجا معاونت های راهبردی مقصد مناطق مختلف همه جمع شدن ازدحام شده. ساکت نیست؟ ببخشید، امکان داره با هم بلند صحبت کنیم؟ یعنی چی؟ الان گفتم تو گلخونم. دروغ؟ بریم آقای کفاشیان، من جای که آدمی دروغ باشه وای نمیستم، برو بریم. یعنی چی؟ آقای کفاشیان، آقای تاج، دروغ چی؟ آقای کفاشیان شما گلین، آقای تاج شما گلین، من گلم، ایشون گل، اینجا گلخونه. معاونت آقای حرارتی، خواهش میکنم. الو، عشقم، ببخشید، خانم مهندس، ما تو گلخونه ایم داریم بار میزنیم دیگه. 80 تا بنفشه بیشتر نذار. به پا اون کمک کن. نه. من معاونت راهبردی مقصدم، چاره وظایف من چیز دیگه است. خانم مهندس، ما داریم بار میزنیم میایم دیگه. خدا نگهد. ببخشید. آقای کفاشیان، واقعا مجبور بودم دروغ بگم. دیگه تکرار نمیشه. خواهش می‌کنم. آقای تاج اگه شما اجازه بدین این دفعه ازش چشم پوشی کنین. دفعه بعد اگه تکرار کرد با آقای حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی ارجاعش میدیم. واقعا سپاسگزارم، خیلی لطف میکنید. این آقای حسن‌زاده همون رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آره؟ اگه تکرار شد و رفتی میفهمی کدوم حسن‌زاده است. بفهم. برو سر کار. چشم. بفهم. برو. به نظر ما که هر چی زودتر باشه بهتره. بله، اتفاقا نقوی محضر آشنام سراغ داره. بله، هر وقت شما بفرمایید. بله، یه عقد ساده میگیریم، بعد اون وقت سر فرصت مراسم رو برگزار میکنیم. میگن جهیزیه گرفتن برای دخترشون یکم طول میکشه. خب الان این که ضررش بیشتر از جهیزیه ندادن اوناست. آقا با پیچ گوشتی ماشین سوراخ میکنه. اصلا بگو ما جهیزیه نمیخوایم. آقای نقوی میگن که حالا عجله نیست برای جهیزیه گرفتن، که این دوتا مرغ عاشق زودتر برن زیر یه سقف بهتره. بله.
تقلب؟ تقلب نکردم پدر. دستت خود به وزیر. دستم خورد به وزیر، برای حرکتش ندادم که. نه، دست به مهر بازیه، دیگه نمیتونی عوض کنی. آخه دستم آروم به وزیر خورد. آروم و غیر آروم نداره، باید حرکت، وگرنه من بازی نمیکنم. ببین، اگر فکر کردی من مثل پدرهایی هستم که به بچه هاشون ارفاق میکنن، اشتباه میکنی. وزیر رو حرکت بده. چشم بدن. ببخشید کیفم اوت. یعنی چه؟ ببخشید، خب من نمیخواستم وزیرم رو حرکت بدم، شما خودتون اصرار کردی. باشه، برای یک بار برد ارفاق میکنم، وزیر رو تکون بده. ممنون پدر. خواهش میکنم. آی بنداز بابا. دیگه تموم شد. دیگه پرونده نرگس برای همیشه بسته شد. پایان دوران نرگسیسم. خدا حافظ نرگس. سلام دوست نرگس. نخیرم. یعنی چی نخیرم؟ یعنی اینکه دوران نرگسیسم تموم شد ولی دوران لاله‌ایسم شروع نشده. یعنی الان رفتیم تو دوران پسا نرگسیسم؟ نه، حبیبیسم تنها. نرگس مست تو بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه. کیه کیه در میزنه؟ من دلم میلرزه. یه لحظه ببخشید، حتی دیگه دلم نمیخواد آوازشو بشنوم، فقط حبیبی اسم تنها. امشب شب مهتابه، حبیبم را میخوام. حبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخوام. مست از تو هاشیارش کنی، خواب از تو بیدارش کنی. ببخشی یه لحظه، این دوران حبیبی اسم تنها فکر کنم خیلی کوتاه باشه. وقتی اینکه دو متر اونورتر مامتینا دارن قرار عقد رو میذارن. باشه، ولی من اون دختر رو نمیخوام. نمیخوای پچه چی نمیگی؟ نشنیدی بابام چی گفت؟ اگه نگیرمش همه چی رو ازم میگیره. بابا دستوی شد داله یه چیز گفت دیگه. تو بابامو نمیشناسی. وقتی آخر حرفش میگه دیگه تمام، یعنی شوخی نداره. تازه دو بارم گفت تمام. خب پس میخوای ازدواج کنی؟ آره دیگه. خب خوشحال باش. نمیخوام، هم ازدواج میکنم هم ناراحت. نمیفهم پس چرا ناراحتی؟ اونش دیگه به خودم مربوطه. من هم تنها، هم ازدواج میکنم، هم نرگس رو دیگه دوست ندارم، هم ناراحتم، هم دیگه حرفی نباشه، هم تمام. حبیب، الان قرار مدارمونو با عمه لاله گذاشتیم، قرار شد آخر این هفته بریم محضر. وا، چرا اینجوری من نگاه میکنی مادر؟ خوشحال باش، بخند. بیا برو ببین بابا چی کار داره. خوش این خنده مصلحتی بوده، چون من عین بابامم. وقتی میگم تمام یعنی تمام.
اینقدر جلو مازیار حرف ازدواج رو نزنی. چرا؟ خب جوون دلش میسوزه. و خب اونم عرضه داشته باشه مثل حبیب بره زن بگیر. خب این تفلک شرایطشو نداره، خودش مریض احوال، باباش هم معلوم الحال، کسی بهش زن نمیده. پدرتون راست میگه. حبیب جان مادر تو هم نمیخواد اینقدر راجع به ازدواج خواستگاری جلو دوستات حرف بزنی، نه که تو چشمی چشمت میکنن مادر. هزار ماشاءالله. چشم پسران من لیو بی شانفه گوانگیو بست. اگر تو زندگیتون یه موقعیتی پیدا کردین که دوستتون نداشت و از اون محروم بود، کاری نکنین که احساس کمبود کنه و دلش بسوزه. موهی تنم سیخ شد. من با اجازتون میرم. تو کی اومدی؟ مهم نیست، یه کاری دارم. ایوا مازیار جان باش ناهار رو با هم بخوریم. نه حالا بعدم مزاحمتون میشم. شنیدم مازیار. مازیار صبر کن. مازیار بابام که چیزی نگفت. مازیار یه دقیقه وای چی شده باز؟ برسونمت. مازیار سلام. مازیار خدافظ. یعنی میخواید از همسر سابقتون شکایت کنی؟ بله. به اتهامه؟ کلاه برداری. میشه یکم دقیق تر توضیح بدید لطفا؟ جناب سروان، فروش غیرقانونی خونه ما. خونه به اسم شما بوده؟ بله، البته سه دنگش. نه خیر، کامل به اسم ایشونه. ببخشید، سه دنگش یا کامل؟ کامل. ماما خانم، ایشون پلیس هم، باید دقیق بگی. جناب سروان، سه دنگ به اسم ایشونه، سه دنگم به اسم پسرمه. چون معتاده اون سه دنگم بخشیدم به ایشون. سند اون سه دنگ به نام شما بوده؟ نه. خب پس شما چطور بخشیدی؟ ایشون کل خونه رو فروختن؟ نه جناب سرمان، فقط سه دنگ خودشو. خب پس مشکل چیه؟ مشکل اینه که اونجا زن و بچه داره زندگی میکنه. اون میتونه سر خود بره خونه رو بفروشه؟ نه. شما میدونید که خونه رو به کی فروخته؟ اسمشو گفت، ولی من الان یادم نمیاد. یه قیافه خاصی داشت. جناب سروان نعیمی. جناب سروان بیات. بله آرمان. لطفاً آقای رحیم رحمتی رو با دوستی که تازگی باش معامله‌ای کرده و قیافه خاصی داره هرچه سریع‌تر به کلانتری احضار کنید. اطاعت قربان. بفرمایید. شما باید شکایتتون رو کتبی بنویسید. چش. آقا رحیم و دوستی که صورت خاصی دارن در خدمت شما قربان. من همیشه به تسریع عملیات پلیس تاکید داشتم، ولی این سرعت عمل به نظرم حیرت انگیزه. آفرین، سرعت عمل رو دیدیم. خب چطور این کاری کردیم؟ البته باید از خود این دوستان تشکر کرد قربان. چرا؟ قربان، افراد مسئول خودشون جهت تشکیل پرونده به کلانتری مراجعه و پشت در منتظر بودن. دستور اجرا، افراد تحویل. بله. شما تو کلانتری چی کار داشتین؟ شکایت از دو فرد حاضر. خب مازیار، همه چی خیلی خوبه، روند درآمد خیلی خوب بوده، من از همه چی خیلی راضیم. دست شما درد دیگه، زحمتای شماست. خواهش میکنم عزیزم. خودت هم پیگیریت خیلی مهم بود دیگه، زود اومدی و سریع مداوم پیگیری کردی. نه اونو مسعود خیلی اصرار کرد زودتر برو آزمایش بده. مسعود همون دوستت که میخواد زن بگیره؟ نه اون حبیبه، مسعود خودش زن داره. آه من سریالتون دیدم، اسم رو قاطی کردم. حبیب چیکار کرد؟ ازدواج کرد؟ اوکی دیدین که چرا میپرسین؟ فصل اولش دیدم، فصل دومش که تازه داریم ضبطش میکنیم.
نه دیگه حیبم همون جوری همش دنبال زنگ گرفتنه. اتفاقا منم به خاطر همین اومدم پیشتون. چیکار کنم برای حبیب دست بالا بزنم؟ نه نه من خودم میخوام زن بگیرم. میخوای ازدواج کنی؟ چه خوب. کی هست؟ مگه نگفتین سریالو دیدم؟ بیکار که نیستم همین قسمتاشو ببینم، اگه برسم بعضیاشو میبینم. کیه؟ چیز شادی. شادی؟ شادی؟ خواهر زن آقای امیری. خب حالا الان اومدی بپرسی با این شرایطی که داری میتونی ازدواج کنی یا نه؟ از کجا فهمیدی؟ خب ببین این که چیز خیلی عجیبی نیست. خیلی کسایی که شرایط تو رو دارن میان رو همین صندلی میشینن و این سوالا رو از من میکنن. حالا میشه یا نه؟ معلومه که میشه. قرار نیست به خاطر شیمی درمانی روند طبیعی زندگی رو عوض کنیم که. یه بیماری وسط زندگی پیش اومد و تمام میشه. ان شاءالله خوب شدی. یادت میره که اصلا یه روزی اومدی روی این صندلی نشستی و از من این سوالو پرسیدی. خب بعد آیا دکتر اون وقت برای همسرم مشکلی پیش نمیاد؟ مریضت که واگیردار نیست، تو هم که داری معالجه میشی. اگه فهم کنی که لازمه یه بار با همسرت بیا اینجا من براش توضیح بدم کامل. البته هنوز همسرم نیستم. ببین حالا که تو اومدی و دوربینتونم هست، بذار من یه چیزی به مردمم بگم. یکی از نکات مهم در درمان بیماری سرطانی زمانه. خیلی مهمه که از شروع علائم یا تشخیص بیماری سرطان تا شروع درمان زمان کمتری تلف بشه. متاسفانه بارها دیدیم که وقتی که یه بیماری بیماریش قابل درمان بوده، به خاطر ترس خودش از درمان یا راهنمایی ناآگاهانه اطرافیانش به سمت درمان‌های غیر علمی رفته و زمانی که لازم بوده برای درمان خودش رو از دست داده. بیماری که قابل درمان بوده پیشرفت کرد و به مرحله غیر قابل درمانش رسیده. خیلی خوبه که این نکته در مورد خودمون و اطرافیانمون بدونیم که زمان در درمان بیماران سرطانی مهمترین نکته است. الان من برم زن بگیرم؟ آره بود. واقعا؟ بود. ببینید از حیث قانون آقا رحیم هیچ عمل خلافی انجام ندادن. جناب سربان، من با قانونی و غیر قانونیش کاری ندارم. شما الان اینجا پلیس نباشید، برادر ما باشید. من میدونم، ایشونم میدونن، شما میدونید این آدم اگه پولو بگیره دود میکنه. دود چیه مامان خانم؟ من میخوام این پولو سرمایه کنم، این کارو کاسبی را بندازم. میخوای چه کسب و کاری را بندازی؟ به اونش هنوز فکر نکردم. بفرما، اینم از کسب و کارش. جناب سروان، اگه من انقدر حرص و جوش میخورم برای اینه که فردا روزی که سرمونو گذاشتیم زمین رفتیم برای مازیار یه سرمایهی بمونه. بله میفهمم، میفهمم، ولی متاسفانه من تو این جایگاه نمیتونم به صورت شخصی به این قضیه ورود کنم. حل این مسئله چند تا راه حل داره. اول اینکه شما با توافق این قولنامه رو فسخش کنید، شما هم پول پرداختی رو مسترد کنید. نه من مسترد نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی که سهممو فروختم مسترد نمی کنم. باید مسترد کنی؟ مسترد نمی کنم. مسترد کن رحیم، مسترد کن، قال قضیه رو بکن. من مسترد نمی کنم، مسترد بی مسترد. بسیار خوب، حالا که ایشون مسترد نمی کنن منتفیه. راه دوم اینه که شما خونه رو تخلیه کنید و سدونگتون رو به ایشون بفروشید. ما سر جامون نشستیم، جایم نمیریم. بسیار، پس میرسیم به راه سه. اونم اینه که شما بلند نشید، همونجا بمونید، ولی حق اجاره ایشون رو هر ماه باید پرداخت کنید. ما خودم صابخونه ایم، اجاره بدی؟ تکلیف من چیه الان؟ آقا شما پول ایشون رو بده تمام. من اگه پول ایشون رو پس بدم میذاری تو سدونگ خودم بخوابم؟ معلومه که نه. تازه خونه حبیبم نمیتونی بری. چرا؟ حبیب داره زن میگیره. داره زن میگیره؟ بله. من سهمم رو فروختم، یک قرونم به ایشون پس نمیدم. شما میدونید و اینا. جان سرام من میتونم برم؟ حبیب با همون خانمی که اخیراً رفته خواستگاریش میخواد ازدواج کنه.
چطور؟ هیچ همینطور. بخش شما مشخصاتشون رو میدونین؟ دختره دوست صمیمی نوام نرگسه. چند بار رفتم خونه مهدی دیدمش. پدر مادرش رو از دست داده، پیش عمش بزرگ شده. بعد البته اونم توی فکر کنم قسمت سخت نیست راننده زنت شدی؟ راننده چیه؟ من معاونت راهبردی مقصدم، ایشون هم مهندس فضای سبزه. پست سازمانی من از اون خیلی بالاتره. این اسما رو ما هم اول خودمون می‌ذاشتیم. من اینجا هراس می‌کنم. من اوایل به خودم میگفتم که تو پیرایشگر زیست محیطی سازهای نباتی هستی. دل خوش کنه که. صبر کنیم ببینم. یه لحظه صبر کنیم. اینا چیه؟ گل. مگه من به شما نگفتم بستهای بنفش رو تحویل بگیر بیار؟ یادم نیست، ولی اینا که قشنگتره. من باید تشخیص بدم یا شما؟ خانم مهندس تخت نگیر، گل گله دیگه. همین الان اینا رو برمیگردونی بستهای بنفش رو میگیرید میارید، وگرنه مجبور میشم گزارش بدم. وای خیلی ترسید، یه وقت زنگ نزنی. به کی زنگ میزنی؟ آقای کفاشیان. خانم مهندس حالا این دفعه رو چشم‌پوشی کنین، دیگه تکرار نمی‌کنه. نه بذار زنگ بزنه، من از کی می‌ترسونی؟ زنگ بزن خانم. اخراجت می‌کنه بیچاره. خانم مهندس دیگه تشریف بیارین. یه لحظه تشریف بیارین. بله. خواهش می‌کنم، دارن نگاهمون می‌کنن. شما به چیزی دست نزنید، من یه صحبتی با همکارم بکنم. بفرمایید. واقعا میخواستی زنگ بزنی؟ معلومه. تو که میدونی من با چه مصیبتی این کارو پیدا کردم، میخواستی بدبختم بکنی؟ پس برای چی بچه پرو بازی در میاری؟ عجیجم من شوخی کردم. خواهش میکنم زنگ نزن. به خاطر عشقم، به خاطر زندگیم. خب؟ خیلی خوب، برای آخرین دفعه است که تو کار بهت ارفاق میکنم. چشم. این گلها رو برگردونین تو وانت. شما هم خیلی زود اینا رو میبری بنفشه ها رو تحویل میگیری میاری. همین الان در مورد این قضیه صحبت کردیم، کشش نده دیگه. یعنی چی کشش نده؟ یعنی اینقدر رئیس بازی در نیار دیگه. یه دقیقه بیا. این چه طرز صحبت کردن با من جلو کارگرا؟ واقعا زنگ میزنم ها. اینقدر تهدید نکن دیگه. دارم بهت میگم زنگ میزنم مسعود. زنگ بزن. من از چی میترسونی؟ زنگ بزن. الو سلام، ببخشید من میتونم با آقای کفاشیان صحبت کنم؟ علکی. خیلی ممنون. ترانه داری زنگ میزنی؟ سلام آقای کفاشیان، روزتون بخیر. من مهندس مهاجر هستم. بله. میخواستم خدمتتون عرض کنم من با این راننده نمیتونم کار کنم. واقعیه؟ چرا خانم مهندس؟ آها آها، البته همکاری یا عدم همکاری با ایشون بستگی به نظر مستقیم شما داره. بله. شاید بتونین بر روز اول براشون یه فرجه قائل بشین. بالاخره ایشون هم گرفتارن. نه خانم، بنده تاجم، فرق نمی‌کنه. ما یه روحیم در دو بدن. آقای تاج، من تو کارم خیلی سخت گیرم. یک روزم نمیتونم بی انضباطی رو تحمل کنم. باشه، پس من گوشی رو میدم بهشون، شما زحمت بکشین خودتون بهش بگین. خیلی ممنون. گوشی. الو. سلام آقای تاج. من کاری نکردم، نه یه اشتباه سهوی بود. من جای گل بنفشه گلای دیگه گرفتم. گلای دیگه. یعنی چی گل گلست عزیزی من؟ برای شما بنفشه و لاله فرق نمی کنه؟ شما رشته چی چی بود؟ حالا من برای یه مثال جانوری میزنم که روشنش. برای شما گاو با گوسفند فرق نمی کنه؟ مرغ با خروس فرق نمی کنه؟ شیر با جوجه فرق نمی کنه؟ ببین آقای شریفیان، من از خانم مهندس خواهش کردیم یه فرصت دیگه به شما بدن، وگرنه روی یکی پیشنهادمون میتونی حساب کنید.
قطع همکاری دیگه، همون گزینه که همیشه رو میزه. نه نه اصلا اون پیشنهاد فکر نکنین، من خودم درستش میکنم، قول میدم. خیلی ممنون، فعلا خداحافظ. فقط یه چیزی آیتا جین، بارو چون شما خواهش کردین و به خاطر آرامش گروه کوتاه میام، وگرنه شما اخلاق منو میدونین، من اون روم بالا بیاد دیگه خانم آقا نمیشناسم. مسعود این چه طرز صحبت کردنه؟ آفرین، دقیقاً. از شخص خود شما هم خواهش میکنم تو کاری که بهتون ارتباط نداره دیگه دخالت نکنید. مسعود چی داری میگی؟ الکی میگه بابا، این اصلا این جرأتو نداره. هیچ کی پشت خط نیست. به خاطر اینکه وظایف کاری هر کسی روشنه. من اگر نخوام گلا رو عوض کنم زمینم با آسمون بیاد عوض نمیکنم. حالا چه شما چه های کفاشی دیده گفتم الکی میگه. بیا بابا بیا اینا رو بار کنید ببریم پس بده. بیا بابا بیا. بله بفرمایید.